آخر جلسه با صفای شما بزرگوارا هست. من یه چیزی نقل بکنم، سال گذشته تو حرم امام رضا علیه السلام روز میلادش نقل کردم، شاید بعضی از دوستان بزرگوار شنیده باشن. اب نداره یه بار دیگه هم اگه اونایی که شنیدن بشنون، تا اونایی که نشنیدن بتونن بشنون این رو، شنیدنی هست. این رو یکی از علمای بزرگوار که خودش تو این جریان بود ایشون میگفت، میگفت قبل از انقلاب حدود 40 سال پیش 45 سال پیش یه راننده کامیونی او به من نقل کرد، به این عالم بزرگوار، و من دارم اینو نقل میکنم برای شما. و اون اینکه این راننده کامیون گفت من از مشهد بار زدم به مقصد یکی از شهرهای دور، تو زمستون بود، هوا خیلی سرد بود، سرمای اینجاها هم دیگه خودتون میدونید به چه صورته دیگه. میگه تو زمستون رفتم بیرون، 100 کیلومتر تقریبا از جاده رفتم، از مشهد دور شدم، هوا فوق‌العاده برفی و سرد، تو جاده برف سنگین میومد، فقط برف نبود، کولاک بود، طوفان میزد برف رو تو جاده میومد، طوری که اصلا من میدم برف پاک کن دیگه انگار کار نمیکنه، انقدر شدید برف. زدم کنار که یه مقداری برف آرومتر بشه و بعد من بتونم جاده رو درست ببینم برم. ماشین هم دیگه اصلا تردد دیگه نمیکرد تو جاده، به ندرت تردد میکرد. میگه من زدم کنار، اما ماشین رو روشن نگه داشتم که تو اتاقه که ماشین تو گرما بتونم بنشینم. یه چند دقیقه، چند لحظه که زدم کنار، دیدم ماشین یه پت پتی کرد و خاموش شد. سریع دویدم کاپوت زدم بالا، بهش ور رفتم، فنی بلد بودم، اون کاری که میتونستم بودم، استارت زدم، دیدم روشن نمیشه. دیدم اون بلایی که نباید به سرم بیاد اومد، تو این هوا ماشین خراب شده. میگه خلاصه هر چی ور رفتیم استارت میزدم، دیدم روشن نمیشد. اومدم نشستم تو ماشین ببینم حالا چیکار باید بکنم. دیگه رفت و آمدی هم دیگه نبود تو جاده. دو سه ساعت من نشستم، خدا میخواست یه چیزی بهش بده. دو سه ساعت نشستم، دیدم دارم یخ میزنم از سرما. گفتم تا زنده ای پاشو یه تکونی بخو، یه کاری بکن. باز اومدم پایین، به ماشین ور رفتم، هر کاری بلد بودم به ذهنم اومد کردم، استارت میزدم روشن نمیشد. اومدم تو اتاقه که ماشین که دیگه حالا سردتر از بیرون شده بود، فقط برف نمی اومد تو. نشستم دیدم هوا یواش یواش داره تاریک میشه، طرفای عصر بود، طرفای غروب بود. گفتم اگه دیگه هوا تاریک بشه من امشب یخ زدم، مردم قطعا. یواش یواش دیدم حالت خواب بهم دست داد، میفهمیدم خواب نیست، ضعفه، دارم از حال میرم، دارم از حال میرم. صورت زن و بچه‌م میومد جلو چشمم، حس میکردم آخرین باری است که دیگه دیدمشون و دیگه تمام شد. میگه همونجا یاد حرف یک واعظی افتادم که میگفت اگر بیچاره شدید بگید یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی. این دو کلمه، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، به فریادم برس. میگه همونجور با بیچارگی گفتم یا امام زمان مددی کن خودت. وسوسه های اومد سراغم که ای بابا توسل کردی به کسی که اصلا نیست، که اصلا نیست. فهمیدم شیطونه که این آخر عمری اومده یه وسوسه هایی داره میکنه که ایمان ما رو بگیره. فهمیدم شیطون هست. خجالت میکشیدم با خدا حرف بزنم، چون نمازم رو درست نمیخوندم، یکی در میون میخوندم، گاهی موقع نمیخوندم، و اهل یک معصیتی هم بودم، لذا خجالت میکشیدم با خدا حرف بزنم. اما چون حس کردم آخر خطه، دیگه با خدا تو دلم گفتم، گفتم خدایا اگه یه بار دیگه بتونم زن و بچه‌مو ببینم، از این مخمصه نجات پیدا بکنم، با تو عهد می‌بندم نمازامو اول وقت درست بخونم، اون معصیت رو هم ترک بکنم. میگه یه مرتبه دیدم تو برف یه نفر داره میاد. اول خیال کردم راننده ای هستش که اونم ماشینش مثلا خراب شده مونده، چون دیدم یه آچار تو دستشه. وقتی اومد نزدیک شد کنار ماشین، من شیشه رو کشیدم پایین ببینم چی میگه. سلام کرد به من، سلام علیکم، جواب سلامشو دادم. بعد گفت چیزی شده؟ مفصل گفتم که چی شده. گفت چیزی نیستش، من یه دستی به ماشین میزنم، بهت گفتم استارت بزن بزن. بیه دیدم رفت کاپوتو زد بالا، هرچی من دقت کردم به جایی از موتور ور نرفت، فقط همون دستش خورده بود به ماشین، جایی رو درست نکرد. گفت بزن، تا استارت زدم دیدم روشن شد، دیدم روشن شد. تو دلم گفتم که چه فایده این هوا، با این ماشین دو قدم اون طرف‌تر باز من میمونم تو جاده، تا
تا این اومد تو دلم گفت خیالت راحت باشه تا خونه میرسونتت، تا خونه میرسونتت. بعد باز اومد کنار، حالا من اصلا در رو باز نمیکنم برم پایین، تو همون اتاقک نشستم، اونم پایین هستش تو برف. گفتم که خب بریم ماشین شما رو درست بکنیم. گفت نه خیلی ممنون، من کمک شما رو احتیاجی ندارم. من تو جیبم پول زیاد بود، گفتم هر چقدر بخوای پول بهت میدم. گفت به پول شما احتیاج ندارم. گفتم آخه این که نمیشه، نه به کمک ما احتیاج داری نه به پول ما احتیاج داری، این که مردونگی نیست ما اینجا راحت بکنیم بریم. یه لبخندی زد گفت فرق مرد با نامرد چیه؟ گفتم شوفر مرد وقتی کسی بهش یه خدمتی بکنه تلافی میکنه، اما اونی که نامرده وقتی بهش یه احسانی میکنن اصلا همینجوری سرشو میندازه میره. من نمیگم خیلی مردم ولی نامردم نیستم. او با همون لبخندش گفت اگه میخوای به ما کاری بکنی خدمتی بکنی به همون عهدی که بسته بودی عمل بکن. گفتم کدوم عهد؟ گفت همون عهدی که بستی با خدا که نمازاتو اول وقت بخونی، اون معصیت رو هم ترک بکنی، به همون عهد عمل بکن. میگه یه مرتبه به خودم گفتم اون عهدو که من تو دلم بسته بودم به کسی نگفته بودم، که فهمیدم که خدمت حضرت هستم، همونی که بهش استغاثه کرده بودم. میگه خواستم در رو باز کنم، خودمو بندازم به دستش و حلالیت بطلبم که آقا ما خیلی جفا کردیم، من تو اتاقه که حتی پیاده هم نشدم، تو برف وایسادی و با مهربانی با من حرف زدی، کار من رو راه انداختی. میگه خواستم در رو باز کنم بپرم پایین، شاید چند ثانیه که بیشتر نگذشت دیدم نیست. نگاه کردم دیدم جاپاشم رو برفان نیست. سوار ماشینی شدم که او روشنش کرده بود، راه افتادم تو جاده. اما مگه عشق اجازه میده که من دیگه جاده رو ببینم؟ گفت مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا. یه نگاهی به من کرد. میگه همینجوری که داشتم میرفتم با همین حال عجیب که اصلا نفهمیدم کی تموم شد این مسیر، رفتم بارو خالی کردم، رفتم خونه، زن و بچه رو جمع کردم، گفتم خانم زندگی ما از این به بعد یه جور دیگه است، نمازا اول وقت، خانم شما هم حجابتو قرص و محکم نگه دار، با آدمای لاابالی هم نشست و برخاست دیگه نمی‌کنی، اگه خانم میتونی با من زندگی بکنی من اینجوریم دیگه از این به بعد، اگر نمیتونی تو رو به خیر و ما رو به سلامت. خانومم برگشت گفت ما از خدامون اینجوری زندگی بکنیم، تو تا حالا اینجوری نبودی ما هم نبودیم، ما از خدامون اینجوری باشیم. میگه از اون به بعد یه جوری دیگه شدم. یه مرتبه بار زده بودم تو گاراژ، موقع ظهر بود، کامیوندارای دیگه هم بودن داشتن بار خالی میکردن، صدای اذان وقتی بلند شد صدای الله اکبر به من گفتن بریم نهار، گفتم نه اول نماز. همه شروع کردن دست انداختن من و مسخره کردن، او چقدر مقدس شده، او شروع کردن دست انداخت. میگه من نمیخواستم بهشون بگم چه عهدی دارم با مولام امام زمان، اما چون دیدم داره به نماز بی احترامی میشه اون قضیه رو بهشون گفتم. همه اشک ریختن، اومدن صورت منو بوسیدن، حلالیت طلبیدن و تو اون گاراژ همه وایسادن نماز خوندن، راننده ها، شاگرداشون، خود گاراژدار، همه وایسادن نماز خوندن و به برکت مولام امام زمان علیه السلام از اون به بعد زندگی ما عوض شد.